امروز میخوایم با هم دیگه بریم یاد بگیریم که چجوری میتونیم منوی بازی رو عوض کنیم که خیلی هم درخواستش رو داده بودیم. اول باید شما این فایل رو از کانال تلگرام دانلود بکنید. بعد از اینکه این فایل رو دانلود کردید فقط کافیه که روش کلیک راست بکنید و اکستراکت هیر رو بزنید. بعد از اینکه این کارو کردین به شما این سه تا فایل رو تحویل میده، یعنی یه پوشه ستینگ با یه برنامه نصب کننده با یه دونه فایل سی پی کا که این سی پی کا مخصوص همین تغییر منوئه که این رو شما باید کپی بکنید. بعد از اینکه کپی کردید میایین روی شورتکات بازی PSP سویکتون که روی صفحه هستش کلیک راست میکنید و اوپن فایل لوکیشن رو میزنید. بعدش میرید توی قسمت پوشه دانلود، اونجا کلیک راست میکنید و پیست رو میزنید. حالا من چون این فایل رو دارم از من یه سوال میکنه که این فایل رو جایگزین فایل قبلی بکنم یا نه، که من میگم فایل رو جایگزین بکن. بعد از اینکه این کارو کردیم فقط کافیه که شما اصلا با این پوشه ستینگ کار نداریم، فقط کافیه که این فایل نصب کننده رو بیاریم بالا. بعد اینکه اومد بالا اینجا حالا یه سری آدرس ها رو شما باید وارد کنید که من وارد کردم، اما باز دوباره میریم با هم دیگه واردشون میکنیم که باید بهتون بگم حتما باید دقت کنید که این دوتا آدرس، یعنی همون آدرس اولی در حقیقت چون دومی خودش وارد میکنه، آدرس اولیه رو حتما باید دقیق وارد کنید، چون اگه اشتباه وارد بکنید این اصلا هیچ تأثیری نداره توی بازیتون و هیچ تغییری اعمال نمیشه. بنابراین شما میان چوز پچ رو میزنید و اینجا باید اون مکانی که بازیتون نصب شده پوشه دانلودشو، یعنی آدرس پوشه دانلود PS21 رو اینجا بهش بدید. اگه نمیدونید بازیتون کجا نصب شده اینجا کلیک راست میکنید، اوپن فایل لوکیشن رو میزنید، اینجا یه دونه علامت دوتا فلشی داره روش بزنید، میگه که آقا مثلا واسه شما توی درایو ایه، واسه من الان توی درایو ای توی پروگرام فایل 86 استیم اپس کامان و ای فوتبال PS21 و حالا پوشه دانلودشو باید بهش بدیم و شما همین رو باید اینجا وارد کنید. پس چی شد؟ واسه ما شدش درایو ای پوشه پروگرام فایل 86 استیم باید پیدا کنیم، استیم رو پیدا میکنیم، استیم اپس هم باید پیدا کنیم، بعدش بیایم پوشه کامان و اونجا ای فوتبال PS21 رو که انتخاب کردید پوشه دانلود رو روش کلیک کنین و اوکی رو بزنید. بعد از اینکه این کارو کردید این آدرس دومی خودش به خود به خود وارد میکنه، شما به چیزی دست نزنید. دقت کنید که حتما این قرمزها دیتا پکاتون هستن که همشون باید تیکاشون خورده باشه، بقیه چیزها رو ممکنه که شما نداشته باشین مثل من که کلی اینجا چیز میذارم، فقط شما بیاین و تیک PS22 سیزن آپدیت منو رو تیک بزنید، یعنی اینو تیکش رو روشن بکنید و بعدش هم جنریت رو بزنید. اینجا باید یه پیام موفقیت آمیز بهتون بده مثل من. الان فقط کافیه که PS21 رو باز کنید و ببینید که منوتون عوض شده. الان میبینید که از همینجا منو تغییر کرده و اگه ما تازه داخلش هم بریم یه سری از عکسای بازیکنام تغییر کرده که بریم بهتون نشون بدم. الان اومدیم داخل بازی و همینجوری که میبینید تم و منو و عکس همه بازیکن‌ها تغییر کرده و شما میتونید از این لذت ببرید. اگر هم از این منو خوشتون نمیاد میتونید که سرچ کنید دانلود منوی PS21 آخرش بنویسین CPK و اون فایل رو دانلود کنید، به همین روشی که من توضیح دادم توی این ویدیو نصبش کنید. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.